سر فیلم گلنار که بودیم، خدا بیامرزه، یکی از دستیارام یک روز خیلی ملتهبی داشت. پرسیدم چیه؟ گفت والا هیچی، من قرار بود زن و بچه‌مو بیارم تهران. الان زنم حامله با دوتا بچه کوچولو از جنوب، این وسایل خونه رو بار کامیون کرده رو افتاده بیاد تهران. بهش من یه خونه گرفتم براش، ولی الان صابخونه زده زیرش. اینا سرگردون موندن تو تهران. یعنی عجب موضوع عجیبیه این. و اون کلید زدم طرح کامیون تو ذهن من، ولی خب بر مبنای زمان دائم تغییر میکرد. و بعدش که مسئله داعش پیش اومد و آوارگی بدبختی زنای ایزدی، قصه تغییر کرد به اونجا. یه چیز سخت داشت خود به خود. یک زن با بچهش راه میفته بیاد تهران که شوهرش که تو تهران کارگره رو پیدا کنه. بعدش با یک راننده کامیونی هم سفر میشه، بین 24 ساعت با هم از اون شهر تا تهران. خب تو این مدت هر چی باشه رابطه عاطفی حتما برقرار میشه. و اون چیزی که حرف فیلم بود همین بود که در پناه عشق هیچ آوارگی وجود نداره. دفعه اول رو در گیریم بخیم در ترنگی اول وای خواهیم اول وای چیم وای اساس انا پیشته یکی اساس مالی یا چی تریش ناوی هست چی جوابی برای خوش کرد نجوری که نفرسی. یک زنی که تا حالا از دهشون پاشو بیرون نذاشته بیاد رها بشه تو تهران و ببینه شوهرش گم شده، نیست، هر چقدر میگرده پیداش نمیکنه. آیا این از پس وجود داشتن تو تهران برمیاد یا نه با دوتا بچه که همراشه؟ اون خیلی سخت بود. یعنی دائم میبایست به این فکر کنیم تا این شخصیت شکلی بگیره. این شخصیت این دختر که بازیگر حرفه‌ای هم نبودن، از تو مواد پیدا کردیم چون کرد بودن و منم می‌خواستیم مثلا طبق قصه اینو کرد باشن. قصهش از این قصه های ایسکا بی ایسکا بود. یه دو تا بازیگر که راه میفتن میرن از یه مقصدی تا یه مقصد دیگه، مقصد زیاد مهم میتونست نباشه. سلام، شما ایزدی هستین؟ داعش با شما چیکار داره؟ زنتون رو کجا میبره؟ متوجه نمیشه خانم، اینا کرمانجی صحبت میکنن، فارسی بلد نیست که. من به هزار بدبختی ندارم معذرت کردم آوردم این طرف. گفتم انسانیت کنم، شوهرش نیست، کنارش نیست، این دنبالش هم بیاره بهش دست شه بدن دست شوهرش و خلاص. آقای آقاخانی که بازیگر اصلی راننده کامیون بود خیلی خوب بود، تونست یه شخصیتی رو در بیارن که تا پایان همه رو حفظ کنه، نگه داره و به موقعش تماشاشی باش همدردی کنه، به موقعش تماشاشی همراهیش کنه تا به پایانش برسه. امیدوارم، یعنی نگرانم هنوز که واقعا تونستم این حرفو بزنم یا نه. حس میشه که عشق پناه خوبیه واسه این آوارگی، واسه این درماندگی یا نه. سخته که تو بتونی بگی اینو و نگفته باشی.